یه کامیون میاد 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 صبح خیر. صبح خیر بابا. خوشگلم. چطوری؟ خوبم. صبحتون بخیر باشه. بفرما بیا تو پسرم. خیلی ممنون. من صبحانه خوردم. عزیزم یادت گفته بودی بریم مغازه داییت؟ بریم. اما دنیز الان اینجا صبحونشو بخوره بره خونشو بعد ما بریم. باشه باشه، پس من بعدم میام. نه بابا نه، رو همینجا منتظرمون لطفا. نمیشه که دخترم. لطفا خواهش میکنم بابا جون. باشه. بفرما بابا جون. نوشه جانتون. خوش اومدی. خوش اومدی. خودتون از یاد بخونید. بیا بیا بشین، من تموم کردم. بذار برات یه چایی بریزم. برم استکان بیارم. بابا جون واسه روی نون کره بمالم بهت بده. مگه بابای تو بچه شده؟ ببین چنگل و ور میدارم، بعد کره میمالم، بعد خیلی خوشمزه میشه. عارف؟ الو؟ صبح بخیر. یه ساعتی که تو هتل گل باش. از پذیرش کلیدو بگیر و مستقیم برو تو اتاق 1206. من با خبر شدم که حالی تو آداب آزاره. من با ماشین محمد میرم اونجا. حالی تو حتما پیداش میکنم. متر رو نجات میدیم. باورم کن. باورت میکنم. اما بعد از اتفاقاتی که قراره بیفته تو هم باورم میکنی؟ خداحافظتون. ابرو میفتن رو سرمون؟ من تا حالا همچین چیزی ندیدم نشنیدم. اگه تو سرکس
کسی افتاده باشه ولی تو ندیده باشی یا نشنیده باشی چی؟ آره خوب امکان داره. پس ما باید حسابی مراقب باشیم و از زیر ابرا راه نریم. من همش نگاهشون میکنم. سلام دنیز. دنیز جون، جون دل من، من خیلی دلم برات تنگ شده ها. تو اصلا دلت تنگ نشده؟ تو من تنها گذاشتی و رفتی. مخصوصا که این کارو نکردم، یکی یه دونه من مجبور شدم. بذار بغلت کنم عزیزم، من خیلی دوستت دارم. مگه دوستم نهی چه رفتی؟ آه عزیز دلم، کاش میشد بتونم توضیح بدم. باور کن اگه مجبور نبودم نمیرفتم. دیگه دوست هم دیگه نیستی؟ دنیز، دنیز وایستا. دنیز کجایی؟ دنیز خانم، دنیز خانم لطفاً بیای. دنیز، دنیز خانم، رو زمین دنبالت میگشتیم، تو آسمون پیدات کردیم. تکون نخور عزیزم، الان میام پیشت نجاتت میدم. صبر کن عزیزم. آروم باشین بهار خانم، من حلش. نمیخواد سلیمان، من خیلی خوب میتونم از درخت برم بالا. الان دنیزو میارم. بهار خانم، بهار خانم لطفا نری، یه اتفاقی میفته، دنیز بهتر از شما از درخت بالا میره. نه ترس باشه، الان میام پیشت عزیز دلم. صبر کن. ای وای بهار خانم، بهار خانم، بهار خانم، بهار خانم، اگه راست میگی چقدر دوستان داری؟ باز شدن چشم به این بسته دیده. کل دنیا چشمان باز شد. ای خدا، پس آخه اینا کجا رفتن؟ مامان بی خودی اینجا وای نستا، خونه نیستن. عارف اول صبح رفت بیرون، جمیلم یه خورده پیش رفت. پرسیدم جمیله کجا داری میری؟ به این پشت کرد و دماغشو گرفت بالا و رفت، حتی جوابم نداد. بی تربیت. بفرمایی. 12:06 پله ها سمت راستن، طبقه 2. مامان هایی، اینقدر به خدا کاروبارمون خوبه که دیگه یه بانک بزرگ شدیم. مامان بیا تو یه چایی بخور. بیا تو. کار دارم، میخوام خرید کنم. مامان پولاتو خرج نکن، هدرشون نده. بیار حقوق بازنشستگی تو اینجا، یه ما بعدش 3 برابرشو بگیر. اینجا رو یه نگاه بنداز ببینم، من شبیه کسی هم که سرم کلا بره؟ ای وای مامان، به تو هم که اصلا خوبی نیومده. ای برو ببین، اون تو داره به همه پول میده. البته که میده، هرچی باشه پول مردمه. اینا رو چه به این کارا؟ اینا اصلا از کجا میفهمن که قدرت پول و سرمایه چیه و از کجا میاد؟ به اینا فقط باید دولت کمک کنه. خیلی معذرت میخوام. بله من دنبال کوچه 108 میگردم. دنبال کی میگردی؟ دوست سربازی. همینجا رو مستقیم برو،
از سمت راست کوچه دومی رو که رد کردی برو تو کوچه سومی، مستقیم میری بعدش اولین کوچه سمت راست. خیلی متشکرم. کجا سرباز بودی؟ عرض رو. آه منم چروم بودم. پست چی بود تو سربازی؟ سرباز گشت. آه منم تو کلانتری بودم، مراقب مردم بودم. خوش اومدی جمیله، بفرما، درم ببند. نوشیدنی چی میل داری؟ نمیخوام. ترسیدی؟ نه ترسونم، من اینجا. گفتم نمیخوام. نشنیدم. نمیخوام. بازم نشنیدم. برای زیباییت. چرا نمیخوری؟ نکنه فکر بکنه خوشگل نیستی؟ برم کن مردی که تو میخوای با من بازی کنی ها؟ بلم کن عوضی، بازی کن، بلم کن عوضی، بلم کن عوضی، بلم کن چی فکر کن؟ چی فکر کن؟ نه چی بلم کن؟ چی برای وقتی او فکر گرفتی ها؟ حالا درست میکنم. بگو ببینم مت کجاست؟ مردی که مت کجاست؟ نمیتونی. واقعا نمیتونم، اما قبلا تونسته بودم. ببین تو هم خیلی چیزا رو نمیدونی، قبلا این کارو کردم، بازم میکنم. بگو مته کجاست؟ منو بکشی هیچ موقع نمیتونی مته رو پیدا کنی. حداقل پسرمو از دستت نجات میدم. بگو مرتی که مته کجاست؟ جای مته رو بهت نمیگم. حالا اگه میتونی منو بکش. بلم کن، بلم کن، بلم کن، بلم کن، با کانت خونم رو به تو شما تو جمعی متاهلم دانتی، من متاهلم، آمنم کن. پس مشکلت اینه، متأهل بودنت. نه پس از عارف طلاق بگیر و با من ازدواج کن. اینجوری عارف از عصبانیت دیوونه میشه و متهم نجات پیدا میکنه. چطوره؟ نگاه من چه آدم خوبیم، بهت لطف کردم. خدا خدا لعنتت کنه، تو مریضی، مریضی. هممون مریضیم، هممون. خب نظرت در مورد پیشنهادم چیه؟ نه ترس، به دست نمیزنم. دلم میخواد با خواسته خودت بیای پیشم. هر موقع درخواست طلاق بدی منم دست از شکنجه دادن مته ور میدارم. به این دست رو نگاه کن، به این دسته که دلشون نمیاد تو رو لمس کنن نگاه کن. این دسته ها میتونن سر آدم های پرو رو بشکنن و
از هم جدا کنن. خوب فکر کن جمیله. تصمیم تو بگیر. دیگه نمیتونم تحمل کنم. درختمون بزرگ شده. بزرگ شده. یکم دیگه بزرگ بشه میرسه به آسمون. بیا ببین. الان نمیشه ولی بعدن میاد. خاله بابا بازم بیا با ما بمون. اما تو دیگه دختر بزرگی شدی، داری میری مدرسه، دیگه به من نیازی نداری. اما به یه دوست که نیاز دارم. تو نگران نباش، من همیشه دوستت میمونم. هر موقع بخوای قرار میذاریم و با هم دیگه میگردیم، میریم کیک میخوریم، میریم سینما، پارک. قبول میکنی؟ فعلا قبول نمیکنم. دنیز جون دیگه وقت رفتنم رسیده، لطفا ناراحت نشو، بازم همدیگر رو میبینیم. فقط یه چیزی میخوام بگم. چی؟ اگه به بابات نگی که منو دیدی خیلی بهتره. بچه این که اونم باید قهر میکنه. آره یه چیزی شبیه. باشه، قبلنم بهش نگفته بودم. ممنون عزیز دلم. شما اینجا منتظر من بمونین، من دنیز خانم رو میبرم خونه و میام شما رو میرسونم. زحمتتون نمیشه. خواهش میکنم. اگه آقا سونر از اینجا رد شدن چی کار کنم؟ اینا رو نمیدونم، اما سونر خان رد نمیشن، خارج از کشورن، دو سه روز دیگه میان. باشه پس میمونم. دخترم عزیزم بس دیگه، نرقص، خیلی نگران میشم. اما بابا جون من دیگه خوب شدم. اما دخترم نکن، خواهش کردم. سلام، خسته نباشید. آهنگ جدید بونیم رو داریم. بونی؟ بونیم. بونیم. خواننده جدیده؟ نمیشناسمش. بفرمایید. خب قیمتش چنده؟ فکر کنم قیمتش روش نوشته، منم نمیدونم، تازه کارم. ها 10 لیر. بذارمش تو کیسه؟ نه لزومی نداره. باشه، روز بخیر. خوش. تو این کارو بهتر از من بلدی. ای بابا کیه که بنیمو نشناسی؟ ای خدا نگاش کن. سلام. سلام. چقدر بزرگ شدی زهرا، دیگه دختر خوشگلی هم شدی. چه آهنگ خوبیه، خیلی خوشم اومد. میخوام کاست این آهنگو بخرم. با بزرگم چه خوبه. سلام برسونی. میرسونم. قیمتش چنده؟ 15 لیر. الان زهرا اینجاست، نمیتونم حرف بزنم، دوباره میام، چون که موسیقی خیلی دوست دارم. دردونه یه مادرشو خدا حفظ کنه، دردونه یه مادرشو خدا حفظ کنه، همه بدونن من دلتنگ مادرمم.
پدرم، دلتنگ شهرمم. کاش مادرم بال می داشت بیاد به سراغم. خوش اومدی بته. کاش بابام یه اسب داشت، از آهنگ خوشت اومد، می اومد به سراغم. این یه مدلشه، آهنگ می خونه، همینجوری فقط می خونه، مش می زنیم ساکت نمیشه، با لگد می زنیمش ساکت نمیشه. همه بدونن من اینو بندازینش بیرون. دلتنگ مادرمم، دلتنگ مادر و بگو ببرنش، دلتنگ شهرمم. دورنه یه مادرشو خدا حفظ کنه، دوردونه یه مادرشو خدا حفظ کنه. میتونیم درس امروزمونو شروع کنیم. همه بدونن من دلتنگ خدایا، من باید چی کار کنم؟ من باید چی کار کنم؟ من چی کار کنم؟ سلام، خسته نباشید. سلام، بفرمایید. من دنبال یکی به اسم حالیت اولوچ هستم، گفتن توی این محله زندگی میکنه. شما میشناسینش؟ اسم زنش واسف است. نه آقا، نمیشناسم. ببخشید مزاحم شدم. مامان من گشنمه. باشه پسرم، بذارین لباسا رو پهن کنم. چه اسب بازی خوشگلی داری؟ این اسبه. اسمش چیه؟ اسب. به خاطر کنجکاوی معذرت میخوام، اما اینو از کجا گرفتین؟ از اسباب بازی فروش دیوونه. اسباب بازی فروش دیوونه؟ آره، یه مردی هست بدبخت عقلشو از دست داده، تو بازار چه اسباب بازی میفروشه، این اسباب بازی رو هم خودش درست میکنه، از اون خریدم. این بازار چه کجاست؟ خیلی دور نیست، یه خورده جلوتره. خیلی ممنون سلیمان، واقعا خوشحال شدم. من از شما ممنونم بهار خانم، شما دنیزو خوشحال کردین. بهار خانم، واقعا به فکر این نیستین که برگردین پیشمون؟ یواش یواش دارم خودم رو پیدا میکنم سلیمان، تحمل این که دوباره اون سختی رو بکشم ندارم.
دوری برای هممون بهتره، حداقل فعلا. آقا سونر چطوره؟ حالش خوبه؟ خوب به نظر میرسه، اما نمیشه چیزی فهمید. دوست دختری چیزی پیدا نکرده؟ چیزیو نمیدونم، اما دوست دختر نداره. اگه منظورتون عشقه، شما اینو بهتر از من میدونین که همچین چیزی امکان نداره. میشه گفت که دوست دختر سونر خان مشروبه، میخوره، بعد که میبینه آدمای میان تو زندگیشو فرداش به یاد نمیارتشون، از دست خودش عصبانی میشه و بیشتر مشروب میخوره. سونر خان همچین آدمیه. با این حساب فکر میکنم منم فراموش کرده. فکر نمیکنم بهار خانم، فکر نمیکنم. ازتون 12 ماه خواسته بودیم، اما تو 12 ماه نمیتونیم پرداخت کنیم. امکان داره 15 ماه طول بکشه؟ این کارا به همین راحتی که میگین نیست. ما با بانکای دیگه هم کار میکنیم. بفرمایین آقای بو. سلام نریمان. از این برا کارولی، چه خبر رو دختر؟ تو اینجا رو بلد بودی؟ بودم بهتون تبریک بگم. میخوام یکم هم پول بخوابونم. بیا تو ببینم، زود باش. اون کارولینه؟ خب دیگه بفرمایید، یه کاری برام پیش اومده، بفرمایید. زنده داشت؟ ایبا خوش اومدی زنده داشت. خیلی دلم برات تنگ شده بود. منم دلم براتون تنگ شده بود، اما کاربار نمیذاره دیگه. بفرمایید بشینید، بفرمایید. ای خدای من، بفرمایید بشینید. دلم برای آقای اکرم هم تنگ شده. حالش چطوره؟ خوبه. ایبا تو خیلی عوض شدی، انگار تو اکرام شدی. خیلی بامزه است اکرام کوچولو. باعث افتخار منه. تو چقدر مؤدبی. خب من یکم پول آوردم، میخوام پول بخوابونم تو بانک بزرگت. نظر لطفتونه. اینم از پولا. میتونید به ما اعتماد کنید، همیشه میتونید به ما اعتماد کنید. پولاتون دست ما امانته، اصلا نگران نباشید. اصلا من بهت اعتماد دارم عزیزم. آها بله، به سلامت. اگه میشه کار ما رو انجام بدی. ای بابا از اول صبح آوارمون کردین، این چه وضعش آخه؟ گوش کن ببینم، اون زنی که کارولین واقعا لپتو رو کشید یا من اشتباه دیدم؟ نه، یعنی دستش به صورتم خورد اما منظوری نداشت. باشه، خدا راست بگم. شب تو خونه هم دیگر رو میبینیم. بفرمایید. ای بابا از اول صبح آوارمون کردین، این چه وضعش آخه؟ خیلی خب، حالا چقدری آوردین؟ خدایا رحم کن، باز شروع شد. همش همینه؟ خسته نباشین. بفرمایید، خوش اومدین. به هم گفتن اینجا یکی هست که اسباب بازی و اشیای چوبی میفروشه. امروز اومده؟ دیدینش؟ ما یه دیوونه داریم، منظورتون اونه نه؟ هر موقع بخواد میاد و هر موقع دلش هم بخواد نمیاد. میاد دیگه، وقت مشخصی نداره. خیر باشه، مشکلی پیش اومده؟ نه نه نه، خیلی متشکر، ممنون، خدافظ. همه اینا رو انجام دادی؟ خب از این شروع کن. خوش اومدی ما؟ بزرگ خوش اومدی. عزیزم خوشگله مامان بزرگ. چرا از اونجا اینا رو بار کردی آوردی دخترم؟ من خرید کرده بودم. باشه مامان، اشکالی نداره. سلام. چطوری دخترم؟ خوبم. چی شد؟ خبر جدیدی از مته ندارین؟ نه دخترم، اما
دیگه چیزی نمونده. مترو نجات میدیم. خوش اومدی مامان جون. ممنون دخترم. احمد چطوره؟ خوبه. قضاشو دادم الان خوابیده. آه خدا رو شکر. داداش عارف نیست؟ عارف صبح بدونی که به من خبر بده رفته. رفته آداپازار حالی تو پیدا کنه. دیروز ازم کلید ماشینو خواسته بود، گفت کار داره. پس کارش همین بوده. جمیل اصلا حالت خوب به نظر نمیاد. صورتت مثل گشت سفید شده. بیا بیا بشین سر میز، یه لقمه غذا بخور، یکم جون بگیری. خب دیگه خب دیگه، شما هم لوس نشین، بیاین ببینم. بیاین سر میز بیاین. خب دخترم بگو ببینم تعطیلاتو چه کار کردین ها؟ بابا منو برد مغازه دایمته. آه چه خوب، چیزی فروختی؟ آره 3-4 تا کاست فروختم. آفرین عزیزم. یکی از کاست ها رو به خاله کارولین فروختم. به کارولین فروختی؟ آره، امروز اومده بود مغازه کاست بخره. بابا چی کار کرد؟ هیچی، بهش کاست داد. دیگه؟ هیچی، خاله کارولین رفت. خیر باشه انشالله. الو هاکان. کارولین شب بخیر. شب بخیر. من امروز اومدم باهات حرف بزنم اما زهرا اونجا بود نتونستم. حرف میزنیم، عجله ای نداریم. داریم، بابات هیچی نمیگه، پنهون میکنه، اما همش میره بیمارستان. من میدونم. چی شده؟ دیگه دستت به جواب آزمایشش نمیرسه؟ اکرام دیگه همه چیشو قایم میکنه، همه چیو. با من حرف نمیزنه. یعنی میگی قبل از مرگ پدرم این کارو حل کنیم؟ چاره دیگه نداریم. تو فکراتو کردی؟ فکر کردم. پس فردا قرار بذاریم. در مورد جزئیات حرف میزنیم. باشه. کجا؟ من فردا بهت خبر میدم. عزیزم خوش اومدی. ممنونم. با کی حرف میزدی؟ یکی از دوستام از هلند زنگ زده بود، داشتم به اون حرف میزدم. چرا من این همه دلم برای تنگ شده؟ جمیله کاش شب و اینجا میموندی. نه مامان برم، یه وقت عارف میاد. پس عجله کن تا ساعت حکومت نظامی نشده برسی خونت. میدونی که الان من عبور مروره میبرنه. چی مامان بزرگ؟ ممنوعیت دیگه. یعنی چی؟ خب پسرم به حکومت نظامی قدیما میگفتم من عبور مرور. پس این کارا اون موقع هم مرسوم بوده. نگران نباش مامان بزرگ، تاکسی گرفتم. خب دیگه دخترم خداحافظ عزیزم. تاکسی اومد. خب دخترم تو هم دیگه برو بخواب، استراحت کن. باشه. باعث مامان بزرگ، وقت خواب یه دانش آموزه. خوب ساعت 9. بابا و احمدم همیشه اینجوری میگفت. دیر میشه جمیله، زود باش دیگه، مراقب خودت باش. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. شب بخیر. عارف
الو جمیله. عارف، عارف کجایی؟ هنوز آداپازارم. حالت خوبه؟ خوبم، خوبم، اما خیلی نگرانت شدم. چرا بیخبر رفتی؟ ببخشید جمیله، هنوز آداپازارم. درموندگی و چاره ای نداشتن بدجوری عصبم میده. باید یه کاری میکردم. حالی تو پیدا میکنم. تونستی جاشو پیدا کنی؟ مطمئن نیستم، اما تلاشمو میکنم. انگار یه خبرایی هست. یعنی اونجا میمونی؟ یه مدت میمونم. خواهش میکنم مراقب خودت باش. فکرم همش پیش تو. فکرم پیش تو. طغرل هنوزم زنگ میزنه؟ نه دیگه زنگ نزن. خوب، تو خونه تنها نمون. برو پیش بچه. اونجا بودم، همین الان اومدم خونه. نگران من نباش جمیله، دوست دارم. منم همینطور. صبح بخیر. فکراتو کردی؟ میخوام برنامه امروزمو بر اساس اون بچینم. خواستتو انجام میدم. خوبه، اما یه شرط دارم. ای بابا این که نشد. خواستتو انجام میدم. از عارف طلاق میگیرم، اما اول میخوام پسرمو ببینم. من همیشه ازت چیزایی که امکان پذیر و آسونه رو میخوام، اما تو ازم چیزایی که سخت و غیر ممکنه رو میخوای. عادلانه برخورد نمی کنی. مته رو ببینم، بعدش درخواست طلاق از عارف رو میدم، وگرنه نمیشه. جمیله خانومی دیگه، چه میشه کرد؟ قبوله. فردا ساعت 10 بیا کوچه سنبول تو اسکودار. باشه. داشتم با مادرت حرف میزدم. تو کی هستی؟ آدم خوبیم. تو طغرلی. آفرین به تو. نمیدونستم که انقدر باهوشی. با اون کاری نداشته باش. هر بلایی میخوای سر من بیار، ولی از اون فاصله بگیر. مادرت بچه های فوق‌العاده‌ای بزرگ کرده، حلالش باشه. ببرینش. خفشو. یه چیزی هست که باید بدونی. اگه چیزی بود خودم میدونستم. معلومه که نمیدونی. اگه میدونستی معلوم میشد. نه بابا. چی ها؟ الان روبرومی؟ آره، چطور مگه؟ تو یه بچه حروم بی پدر مادری. هیچ کس نمیتونه به پدر مادر من توهین کنه. لعنتت کنه، بگینش افتاده. همه جا رو بگردین، بگردین.
باز پیداش کنی. الماس واقعیه، خیلی با ارزشه. بگردین، همه جا رو بگردین. آه صدا، بی خودی حرفتو گوش دادم. پدرم در اومد به خدا. یکم ورزش کنی بدنت گرم میشه. تازه شروع کردی، واسه همین اینجوری میشی. منو ببین، دیدی مثل آهن میمونم. تو هم ادامه بدی بدن درد تموم میشه. زود باش با نشاط. پاشو زود باش. ای بابا ولم کن، اعصاب تا حالا اینقدر کتک خوردم که نگو. اونا تمرین بودن دختر. پاشو زود باش. پاشو اینجوری بدن درد میگیره. وایسا. آها همینجا. ساعت چنده؟ داره 5 میشه. ای بابا من یادم رفت بهت بگم. من یه دوستی دارم سالن ایروبیک داره، با هم تماس گرفته، گفت دنبال یه معلم میگردم. منم تو رو معرفی کردم، شب قراره بیاد بار کریسا تا حرف بزنیم. بهار خیلی کار خوبیه، خیلی. اصلا از دست نده. زود باش ببینم. دوش بگیر و عمل شو. زود باش. خب یادم رفت دیگه. ولی من نمیتونم بلند بشم. دادادادا صدا رفیق کسی که میافتن اینجا. پاشا گفتی بار کریستا؟ آره. من نمیتونم بیام. نگو که میخوای همچین درخواستی رو رد کنی. آقا سونر همیشه میره اون بار، نمیخوام باهاش روبرو بشم. آهان درسته، مگه نگفتی آقا سونر رفته مسافرت؟ آره سلیمان اینطوری گفته بود. پس مشکلی نداری مگه نه؟ نه نداریم. احمقای بیشور، نتونستی پیداش کنید؟ من تو که بگردی، همه جا رو بگردی. ببین بردار بندازش بیرون اینا، بندازش تو سلولش. اما سری برگرد اینجا، تا وقتی که اون سنگ پینا نشده باید بگردی. نفهم اون برو بگرد. زود باشید، خدا لعنتتون کنه. چه شانسی دارم. توف بگرد برتی که سلام. باورم نمیشه که اومدی. میبینی که اینجام. حرف بزن. تو در مورد حرفام فکر کردی؟ آره فکر کردم. چه تصمیمی گرفتی؟ باشه. چی باشه؟ یعنی پیشنهادم رو قبول میکنی؟ آره. همه ی اتفاقایی که تو زمان بیماری زهرا افتاده بود و به بابام میگی. اعتراف میکنی که به من تهمت زدی. بابام با من آشتی میکنه، میراثشو به من میده. بعد از اینکه مرد میراثشو تقسیم میکنیم. این نبود؟ چیه؟ چرا میخندی؟ نه هاکان، تو سرت یه چیزای دیگه ای هست، نقشه های دیگه. از این بهتر نقشه ای ندارم. باعث شدی آدم فقیر که پدرشون رو رد کرده و همه فکر میکنم قاتل احمدم باشم. تو باعث این کار شدی. من تنهایی نمیتونم از پس همه این کارا بر بیام. دلم برات سوخت، اما من بهت اختار داده بودم. حالا هرچی، دیگه نمیخوام اینجوری زندگی کنم. اگه واقعا بخوای امکانش برات هست. آره، قدیما به اینجور چیزا اهمیت نمیدادم، اما الان میخوام. پس شروع کنیم. زود باش برو با بابام حرف بزن، همه چی رو براش تعریف کن. مگه احمقم؟ چرا؟ مگه قرارمون این نبود؟ بیا اول باید من و تو با هم ازدواج کنیم. باید سری بمونه، فهمیدی؟ کسی نفهمه. بعدش میریم پیش بابا تو، همه چی رو تعریف میکنم. اونم عصبانی میشه و داد و بیداد میکنه. منم فرار میکنم و غیبم میزنه. بعد تو میری پیش بابات، اونم خیلی ناراحته. به راحتی باهات آشتی میکنه، اون موقع راضی میشه.
اگه قبل تو برم با بابام حرف بزنم چی؟ همه چی رو براش تعریف کنم؟ نمیتونی اثبات کنی هاکان. میگم هاکان دوباره داره دروغ میگه. بابات هم حرف منو باور میکنه. باشه، قبول میکنم. خوبه؟ از این طریق تونستم تو هم ببینم صدا جون. خیلی وقته که ندیدم این، مگه نه؟ آره به خدا، بهار همیشه باعث کارهای خیر میشه. متوجه شدم. بله بهار خانم، نظرتون در مورد پیشنهادم چیه؟ راستش تو حالا درس آیروبیک ندادم، بلد نیستم. این رشته تو ترکیه خیلی جدیده. عزیزم تو یه ساعت از پسش برمیای. بله تمام سعیمو میکنم، قبول میکنم. مبارکه. مبارک باشه. مگه نگفتی مسافرته؟ نمیدونم چی باید بگم. ببخشید مشکلی پیش اومده؟ نه نه اصلا مشکلی وجود نداره. خوش میگذره. سلام. اومدین؟ سلام. سلام دوستان، خوش اومدین. حالتون چطوره؟ سم بیا این بر. چه خبره دخترم؟ خوش میگذره؟ نوش جون همتون. نوش جونت عزیزم. مامان چیزی هست که به ما نگفتی؟ چیزی نیست. به فکر متهم میخواین چی باشه؟ مامان جون من مطمئنم داداش عارف پدر آیلین رو پیدا میکنه، باور کن. پیلین راست میگه، مگه چاره دیگه هم داری؟ پیدا کنه چی عوض میشه؟ ما که نمیدونیم مته کجاست. شب بخیر. بابا جون خوش اومدی. خوشگلم. شب همگی بخیر. خوش اومدید. شب بخیر. کاستی که منتظرش بودی امروز رسید. بیا. خیلی ممنون بابا جون. بذار ببینم چند تا دیگه دارم. هورا مرسی بابا جون. حالا میرم تو اتاقم همش رو گوش میدم. مامان جون نگاه کن سیزن آکسوه. میبینم ات بابا جون، خدافز. پسرم دم در وای نستا، بیا تو. نه مامان جان دیر شده، من دیگه باید تو برم. تو غذا خوردی؟ خوردم، نگران نباشین. ممنونم، شب همه گیتون خوش. مواظب خودت باشی. شب بخیر. هاکان دیروز کارولین اومده بود مغازه، زهرا بهم گفت. آره. اونجا چی کار داشت؟ اومده بود کاست بخره. یعنی مشتریه؟ به به چه خوب. خب من چه کار کنم؟ هاکان چطور اجازه دادی اون زن بیاد تو؟ مگه نمیگفتی اون زن برات تره گذاشته؟ این کارت یعنی چی؟ به تو ربطی نداره. من با گل بلبل رفتم استقبالش، زیر پاش فرش قرمز پهن کردم، به افتخارش موسیقی زنده پخش کردم. تو چی داری میگی؟ من خیلی دوست دارم کارولینو ببینم، خیلی ازش خوشم میاد. چی کار میکردم؟ زهرا پیشم بود، میگرفتم میزدمش، اونم تو مغازه مته. من کار اشتباهی نکردم. شب بخیر.
سونر، تو فوق‌العاده ترین مردی هستی که تو زندگیم دیدم. خیلی خوب فهمیدم، برو یکم اونورتر. خودتو بیشتر از این اذیت نکن عزیزم، این مرد به هر کی یه بار بیشتر فرصت نمیده. ولی واقعا عالی بود. من دیگه میرم. منم باهات میام. تو بمون، خوش بگذرون. خودم میرم. پس دوشنبه صبح همدیگه رو میبینیم آقا. حتما، مبارکتون باشه. سلام علیکم. سلام. من شما رو از یه جایی میشناسم. اولاق. رفیق من اولاق. رفیق من اولاق. من خیلی مستم. سلیمان رانندگی کنه. آخ، آخ، من مستم. سلیمان کلید رو بگیر. سلیمان، فهمیدم. آره، تو شبیه اونی. خوب، به نظرتون شبیه کیم جنب آقای اولاق؟ وقت جدایی رسیده، باید از هم جدا شیم. خیلی دلم برات تنگ شده دوست من بهار. اخ بهار. مگه نگفتی آقا سونر خارج از کشوره؟ برخانم، من خبر نداشتم، حتما کاراشو تموم کرده و زود برگشته. اولاقه، ولش کن، من دیگه باید برم. برخانم، بابت لطفی که کردین ازتون خیلی خیلی تشکر. نمیتونستم با این وضعیت بذارم تو خیابون بمونه. من بابت لطفی که به من کردین ازتون تشکر کردم. یعنی ممنونم که منو بخشیدین، چون این منم که باعث شدم شما هم دیگر رو ببینیم. مهم نیست، من سونر خانم ببرم بخوابونم، بعد میام شما رو میرسونم. که اولاق نیست، یکم دیگه حکومت نظامی میشه، من با تاکسی میرم. بهتره تو به آقا سونر برسی. باشه، حداقل اجازه بدین براتون تاکسی بگیرم. باشه. از طرف من دنیزو ببوسی. باشه. رفیق من اولاق دیگه از کجا پیدا شد سونر خان؟ بهار، بهار. آخ، کمرم شکست. باشه سونر خان، منتظر. آی کمرم، آی. مسی و دستم دادی و بهار اومد و دستم بهار من بهار رفیق من اولاقه. آره اولاقه، رفیق من بهار. منم اولاقتم که رفیقتم. بیا موسیقی.
صبح خیر. صبح خیر. دنیز بیدار نشده؟ هنوز بیدار نشده. دیشب زیادی مشروب خوردم؟ بله. حالتون خوبه؟ ای خوبم. دیشب تو منو با ماشین آوردی اینجا؟ یادتون نمیاد؟ نه یادم نمیاد. سلیمان. بله. امکان داره بهار برگشته باشه؟ کجا؟ استانبول. نمیدونم. دیشب یه زنه خیلی شبیه بهار بود. البته کسی نمیتونه شبیه بهار باشه، خودت بفهم دیگه. با من حرف زد، انگار یعنی فکر کنم ای بابا چی دارم میگم. بهار اگه بر میگشت و منو میدید که با من حرف نمیزد. اما من چجوری برگشتم خونه؟ من آوردم اتون. صبح خیلی بابا جون. صبح خیلی. صبح خیلی هم سلیمون. صبح خیلی. بابا. بله دخترم. دلت واسه خونه بهار تنگ شده؟ عزیزم ما در این مورد با هم حرف زده بودیم. آره اما من دروغ گفته بودم که دلم برش تنگ نشده، چون که از دستش عصبانی بودم اینجوری گفتم. دستش دلم برای خونه بهار خیلی تنگ شده، چون دلم برش خیلی تنگ شده بابا. غذا تو بخور دخترم. نوش جونت. میگم هم سلیمون به بابام بگیم که خاله بهار اومده. اما به بهار خانم قول دادی. اوف کاش یه جوری بابام خاله بهارمو ببینه. شاید حالا ببینه. من نمیتونم کمکتون کنم آقا سلیمان. به خدا اگه بهار بفهمه منو میکشه. تازه من مطمئن نیستم که روبرو شدن آقا سونه رو بهار کار خوبیه. یعنی بهار خیلی اذیت شده. حالا که داره آقا سونه رو فراموش میکنه به نظرم کاری بهش نداشته باشی. شما به من اعتماد کنین، روبرو شدنشون بهترین کاره. زود باشین دیگه، خواهش میکنم لطفا. باشه کمکتون میکنم. نقشه‌ای داری؟ هنوز نه، اما من یه نقشه خوب دارم. پس با کمال میل گوش میدم. سلیمان این کارت بازی دیگه از کجا دارم؟ آخه من اینجا چیکار میکنم؟ چرا اذیت میکنی سونه خان؟ سریال این کنفو کارا رو که میدونی. دنیز اونو دیده خوشش اومده. بچه هست دیگه، چی کارش میشه کرد؟ بزن راحت باشه سونر خان. باش استاد خیلی خوبه. Thank you.
باش دیگه علی، زود باش، زود باش. بشینین. بله، حالا یکم تمرین کنین. دنیز، براک، ببینم این یارو پسره؟ بله. مگه میشه سلیمان؟ یه دقیقه استاد، یه دقیقه. چرا دختر من با یه پسر مگه میشه؟ نگران نباشین، اونم تازه شروع کرده. یه تکنیک خیلی ساده است. اصلا هرچی، من اجازه نمیده. برو بشین سر جات. چی میگی استاد؟ چی میگه؟ میزنم سر صورتشو داغون میکنم. چی میگی تو استاد؟ مشکل درست نکنی. آخه ببین داره چی میگه؟ منو میز فوش میده. چی میگه مرد؟ خیلی خوب، خواهش میکنم، عصبانی نشین، بشین. ای داده بیداد. بچه ها آماده؟ حزیمه. یواش پسرم، یواش. تونر خان. یامه. یوی هی، میتونیم بشینیم. آفرین. شما بیا. شما هم بفرمایید. یامه تو گنره سوسکاته حسیبه. تکنیکت ضعیفه، باید خیلی تمرین کنی. به خاطر اون نیزاستا ما دست رو زن بلند نمی کنیم. آره آره، راست میگه. یامه بفرمایی سونه خواهد، نوبت شما هست. بله بفرمایی. خوب نگاه کن. حالا برای شما یه رقیب پیدا کنیم. باشه. یه دقیقه. البته که نمیتونه رقیب پیدا کنه، رفت بیرون یکی رو بیاره. ببخشید، میشه یه لحظه بیاین؟ اون خانم ها رو صدا کنین. اینو از کجا پیدا کردی؟ بفرمایی سلیمان. اوی اما 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 اوی اوی اته حجیمه. حجیمه چی شد؟ چرا وایستادی؟ متاسفانه نمیتونم اجازه بدم که ببینی کجا میریم. اون چیه؟ مجبورم چشاتو ببندم. حالا خوب به حرفام گوش کن. تا وقتی که من چشمندتو باز نکردم بازش نمی کنی، وگر نمی کشمه دیگم پسرتو نمی بینی.
هیچ راه دیگه ای هم نداره و اینکه این کار شوخی بردار نیست. فهمیدی؟ فهمیدم. را بیاف. امت اینجایی پسرم؟ امت این درو باز کنین، کسی اینجا نیست، درو باز کنین، باز کنین. ساکت شو رابیو. مته رابیو ساکت. مته رابیو.
حاجبی! حاجبی! انقدر داد زدم گلوم درد گرفت. زود باشین. حاجبی! استاد ببخشید، من با این آقا نمیخوام مبارزه کنم. منم با این خانم نمیتونم روبرو بشم. ای بابا این ورزشه، دلیلی نداره از هم دیگه بترسین. یه لحظه من از چیزی نمیترسم. من از این میترسم، چه ربطی داره؟ شروع کنیم دیگه. اینجوریه ها؟ حاجبی! خوش اومدی. خیلی ممنون. خوشحالم که برگشتی. تو چقدر خوب برمیگردی. ممنون از لطفتون. نمیتونی منو اینطوری با جیغ و داد بترسونی. همو لگد کردی، برای اون داد زدم. خیلی معذرت میخوام. وای خیلی معذرت میخوام. ببینم شما برای صحبت کردن اومده مگه اینجا؟ ندیدیم پامو لگد کرد؟ تو کارات همچین فنی داریم؟ نه نداریم. وقتی کسی که چیزی از کارات حالیش نمیشه رو میارین اینجوری میشه دیگه. حاجبی! را بیافت. برگردی پشت سرت رو نگاه کنی دیگه مادرت رو زنده نمیبینی. میتونی چشماتو باز کنی جمیله؟ چرا اومدی؟ من اومدم تو را
از اینجا برو برو مام برو میرم میرم خیلی اذیتت کردم. نه نه داری میلرزی داری میلرزی سردت دیگه عادت کردم سردم نمیشه داری میلرزی داری میلرزی نه این سرما نیست از خوشحالی آخه تو رو دیدم اما اگه عثمان اینجا بود سردش میشد سردش میشد ولی من سردم نمیشد عثمان سردش میشد دور خود سردش میشد حالا همه خوبه همه خوبه آی چه اونم خوبه شوهرش دادم عزیزم شوهرش ندادم شوهرش ندادم خوبه عزیز دلم بعدا در مورد این حرف میزنیم باشه عزیزم قول میدم از اینجا میارم بیرون چیزی نمونده دیگه میای بیرون عزیزم یکم دیگه باید تحمل کنی تو میتونی میتونی تحمل کنی صبر میکنی صبر میکنی دیگه کافیه درو باز کن Ha 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 ha!